با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم ماه حمل سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. رای اعتماد به مسئولان نهادهای امنیتی از سوی نمایندگان در نشست استیضاح مجلس نمایندگان. مجلسی که متهم است به رشوت گرفتن، مجلسی که متهم است که پول میگیره، مجلسی که از دیروز تا امروز موضعش تغییر میکنه، کف میزنه برخلاف اصول وظایف داخلی. نین بر این مجلس. دو سال و شش ماه زندان برای کامران علیزایی رئیس شورای ولایت هرات از سوی دادگاه ابتدایی. با رعایت ماده 209 قانون نجات جزایی به مدت دو سال و شش ماه تنفیذی غیابن محکوم به مجازات می‌شود. بازداشت فرمانده پیشین قول اردوی 215 میوند از سوی مرکز ادیب قضایی به اتهام اختلاس و فساد. آتش زدن 5 میلیارد افغانی سالانه از سوی بانک مرکزی به انتقاد این دبند از سوی نمایندگان مجلس. و نگرانی فرانسه از احتمال برگشت جنگجویان داعش به کشورهای اصلیشان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مجلس نمایندگان در نشست استیضاح به وزیران دفاع ملی و مداخله و رئیس امنیت ملی رای اعتماد داد. شمار از نمایندگان مجلس از در سه هفته اخیر در برابر مسئولان نهادها بر سخت برآشفته بودند، اما در نشست امروز این مسئولان از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد به دست آوردند. قرار بود این مسئولان سه هفته پیش پس از حمله به شفاخانه 400 بستر استیضاح شوند، اما این کار سه هفته به تأخیر افتاد. پیش از این معاون اول مجلس نمایندگان گفته بود که رئیس جمهور به وی هشدار داده است که نمایندگان از عدم رای اعتماد به این مسئولان خودداری کنند، اما رئیس مجلس نمایندگان میگوید که رئیس جمهور غنی دیروز از آنان خواسته است تا منافع ملی را در نظر بگیرند. 20 روز پس از تصمیم شماری از نمایندگان برای استیضاح مسئولان نهادهای امنیتی در پیوند با کوتاهی این نهادها در جلوگیری از حمله بر شفاخانه محمد داوود، سرانجام این مقامها امروز در نشست استیضاح مجلس حضور یافتند. فجیع ترین حالت و وضعیت را به وجود آوردند. خم به ابرو آورده نشد، حتی یک نفر قماندان کندک بر کنار نشد. چیر دغه مقرری ټولو تاسو کړی دي، ستاسو په خوښه دي، نو بیا هر څه چې کېږي په دې نظام کې ګناه هم ستاسو په غاړه ده. وزیر دفاع ملی غفلت مسئولان شفاخانه محمد داوود را علت حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه می داند و می گوید که رهبری وزارت دفاع از این حمله آگاه بود و برای جلوگیری از این حمله تدابیر لازم گرفته شده بودند. تو مانه دا پختنه او که چولی تا استخبارات زیاده، ولی پا کمانده که تغییر را ولی تو ولی جنگی روانی تا دی گوتی اچه ولی دی دغه پختنه دمانه او که تاسو دمانه دا پیردار پختنه کوی او زه باید د پیرهدار په خاطر استعفا وکم. ګرانو وروڼو، ستاسو وزیران هغه کفایت نه کوي. که سل وزیران مخکې ودرېږي دا ټول باید استعفا وکړي. وزیر امور داخله نیز مسئولیت تامین امنیت شفاخانه محمد داوود را کار وزارت دفاع ملی میداند. در اینجا نه امنیت ملی و نه وزارت امور داخله در امور تامین امنیتشان مستقیم دخیل نبوده. رئیس امنیت ملی یک تا دو هفته از مردم وقت می‌خواهد تا نتیجه بررسی‌های هیئت حقیقت یاب شفاخانه محمد داوود اعلام شود. زه هم دکار توان لرم، هم کار کولیسم او هم چلنج ورکولیسم چې هر څوک په همدغه اداره کې چې زه کار کوم ارزیابي یې کوي چې په دې دیرسو کلو کې هر چا چې په دې اندازه کار کړی راسې وی ګورئ په دې نهو میاشتو کې. شماری از نمایندگان پاسخهای این مقام ها را قناعت بخش نمی دانند و از مجلس می خواهند تا برای این مقام ها صندوق گذاشته شود. مجلسی که متهم است به رشوت گرفتن، مجلسی که متهم است که پول می گیره، مجلسی که از دیروز تا امروز موضعش تغییر می کنه، کف می زنه برخلاف اصول وظایف داخلی. نین بر این مجلس. هغه ځوان چې د سنگین څخه زخمی راغلی، داغه په نس کې د دشمن چړې ول کیږي، د 50 کالو ماشون په مروی باندې وشتل کیږي، په سوونه ځوانان په شهادت باندې رسیږي، او دشمن او ترورست چې ورې موجودی په حالات زخمی کې پیسې زخمی د دې ځای څخه انتقالیږي. په لحاظ د وزیر صاحب د دفاع دا خبرې مشتقابل د قناعت نه دي.
پس از رأی‌گیری نمایندگان، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی با گرفتن 106 رأی اعتماد و 88 رأی عدم اعتماد، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله با گرفتن 120 رأی اعتماد، 75 رأی عدم اعتماد و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی با گرفتن 129 رأی اعتماد و 66 رأی عدم اعتماد در مقام‌هایشان ماندگار شدند. در این حال کامران علیزایی رئیس شورای ولایت هرات با جرم استفاده سوء از صلاحیت ها از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری محکوم به مجازات شد. این دادگاه به علت حاضر نشدن کامران علیزایی در نشست این دادگاه او را به گونه غیابی به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم ساخت. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را به جرم استفاده سوء از صلاحیت ها، مداخله در روند کار دادستانی هرات، اهانت و تحقیر دادستانان، مخالفت با معرفی شدن مقام های بلندپایه هرات همچون معاون والی و آمر امنیت مجرم شناخت. با کنار زدن گاردهای امنیتی طور مسلحانه وارد سارنواری گردیده و اداره سارنواری و تمام سارنواران را با الفاظ رکیک و زشت از قبیل دشنام، اتهام، رشوت و غیره خطاب نموده و انجینر باسته مسئول را از سارنواری بیرون کرده که این اظهارات واری ولایت هرات است. چی به قانون اجازه بده چی اجازه نده از حق موکل خودم دفاع میکنم. با آنکه دادگاه خواستار حضور یافتن علیزایی در این محاکمه علنی شده بود، اما او از این کار سر باز زد و تنها وکیل مدافعش را به این نشست فرستاد. دلایل الزام سارنوار سه موظف مخالف ماده 19 قانون اجرات جزایی بوده، مخالف رویه اوراق دوسیه می باشد، مخالف تحقیقات انجام یافته دوسیه می باشد. سرانجام دادگاه حکمش را در این باره صادر می کند. در قضیه تجاوز از حدود صلاحیت قانونی وفق فقره 2 ماده 285 قانون جزا با رعایت ماده 209 قانون اجرات جزایی به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیزی غیابن محکوم به مجازات نمیدیم. این حکم قطعی نیست، در صورت که قناعت نداشته باشین شما و موکل غایب شما حق استینافهای شما محفوظ است. نشست دادگاه ابتدایی کامران علیزایی در حالی برگزار می شود که او تا کنون نه بازداشت شده است و نه وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آمده است. هرگاه شخص محکوم به مجازات تنفیزی حبس شود وظیفه از او دیگه ختم می شود و او باید مورد بازداشت قرار بگیرد. شهروندان کشور تأکید می‌ورزند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پرونده‌های بزرگ فساد، اختلاس و خلافکاری‌های دیگر را بررسی کند تا اعتماد مردم به قوای قضایی کشور افزایش یابد. در حال است که دگر جنرال محمد معین فقیر فرمانده پیشین قلوردی 215 میبان در هلمند به زنای اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت بازداشت شد. یک منبع در مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری میگوید که جنرال محمد معین فقیر برای بازجویی ها به این مرکز فرا خوانده شد و سپس دستور بازداشت به صادر گردید و به زندان پلچرخی منتقل گردید. قرار است پرونده او از سوی دادگاه مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری بررسی شود. این در حال است که بازرسی ویژه امریکا بسیاری از جنرالان ارتش افغانستان را فاسدترین مقام های نظامی گفته است. در یک دهه اخیر بیشتر از 1 میلیارد دلار در برگزاری انتخابات ها در افغانستان هزینه شده است. برخی از سند های رسیده به طول نیوز نشان می دهند که هزینه انتخابات ها در هر دو دور کمتر از پیش بوده است، اما در مقابل چالش ها در برابر انتخابات ها بیشتر شدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برگزاری انتخابات آینده مجلس نمایندگان نیز 120 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. هزینه برگزاری انتخابات ها در افغانستان از سال 1382 تا 1395 هجری خورشیدی به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. هزینه انتخابات بین سال های 1382 تا 1384 449 میلیون دلار، بین سال های 1387 تا 1389 370 میلیون دلار و در سال های 1392 تا 1395 233 میلیون دلار بوده است. اصلاحات انتخاباتی و بالاخره کار دامدار و منظم روی
استفاده از تکنولوژی در انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری آینده، قدم های بسیار بزرگ و اساسی بود. تا اکنون 13% پولی که در برگزاری انتخابات ها هزینه شده است در بدل خدمات تدارکاتی و عمل و نقل برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP به این نهاد جهانی که خود یکی از کمک کنندگان انتخابات افغانستان است برگشته است. اما کابل که این برگشت 13% پول را گزاف می داند، تاکید دارد که در برابر چنین خدمات نباید بیشتر از 2% پول این کمک ها هزینه شود. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات از نیاز به هزینه 120 میلیون دلاری برای برگزاری انتخابات آینده مجلس نمایندگان سخن می گوید. دغدغه‌ای دارن برای اینکه وقتی پول مصرف می کنن یک انتخابات شفاف برگزار شود تا که هم رضایت مردم بتونن در افغانستان کسب شود و هم پول به جای مصرف شود که نتیجه مطلوب به دست بیاید. نهادهای ناظر بر انتخابات نیز نگران هستند که نبود و یا کمبود هزینه برای برگزاری انتخابات بر شفافیت این روند اثر خواهد گذاشت. نیاز است که در این بخش بودجه باشه، هم در بخش اصلاحات انتخاباتی و هم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات. افزون بر ده ها وعده دیگر، اصلاحات در انتخابات و توزیع شناسنامه‌های برقی از مهمترین تعهدات حکومت وحدت ملی هستند. اما سران این حکومت به علت تأخیر در عملی کردن این وعده‌هایشان همواره با انتقادها روبرو بودند. چیزی که به باور نهادهای ناظر بر انتخابات سبب شده است که کشورهای کمک کننده تا اکنون به خواست کابل برای پرداخت هزینه انتخابات پیشرو پاسخ قناعت بخشی ندهند. رئیس جمهوری هشدار میدهد که گونه پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و نظامی برخی از کشورها از گروه های عراس افغان یک تهدید جدی در برابر امنیت منطقه و جهان است. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که پیکار افغانستان با عراس افغانی برای کشورهای همسایه یک فرصت است و این کشورها افغانستان را در این پیکار باید یاری رسانند. در این حال نهادهای امنیتی و دفاعی از آغاز عملیات بهاری در آینده بسیار نزدیک خبر می‌دهند. بهار و تابستان سال 1396 آزمون دیگر است در برابر نیروهای دولتی کشور. توقع داریم که همه کشورهای منطقه در همکاری با جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با این تهدید و چالش قدم‌های صادقانه و قدم‌های جدی که کمک کنه ما را برسیدن به صلح و رفع تهدیدات بردارن. شهرهای کندوز، قلات، مهترلام، فراه و لشکرگاه در سال گذشته گواه جدی ترین تحرک‌های حراس افغانان بودند. شهرهایی که تهدیدها در برابر آنان هنوز هم برای مردمانش آزاردهنده هستند. نه با جنگ پا موسم که چی اوری دی او نه با اوس دشمن دا توانمندی ولدری چیز مور یا ولسوالی او یا پوستوت سکوت ورکی او غر شهر خویلا چکه. نهادهای امنیتی از برنامه‌های سخن می‌گویند که بر بنیاد این برنامه‌ها بخش‌های آسیب‌پذیر کشور از وجود حراس افغانان پاکسازی خواهند شد. وقتی که این عملیات آغاز میشن، از نمو مناطق یا از نمو ولایت شروع میشن یا از ولسوالی شروع میشن که او تهدید بلند داره یا مثلا در تهدید بلند است. قرار است عملیات بهاری نیروهای دولتی در آینده بسیار نزدیک آغاز شوند. این شامل تمام ولایت افغانستان میشه، به خصوص ولایتی که در سال گذشته ناامن بود. پیش از این اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که نیروهای دولتی در حال حاضر اداره 63% از خاک افغانستان را به دست دارند و 9% بیشتر از سال گذشته خاک افغانستان به طالبان واگذار شده است. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. حکومت فرانسه از خطر برگشت جنگجویان خارجی گروه داعش از عراق و سوریه به کشورهایشان هشدار می‌دهد. رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که شماره بزرگی از شهروندان کشورهای اروپایی با جنوب شرق آسیا با پشتیبانی از گروه داعش در عراق و سوریه می‌جنگند که این جنگجویان با برگشت به کشورهای اصلیشان ممکن است دست به حملات حراس افغانان بزنند. در همین حال نیروهای بومی کرد یک پایگاه نظامی را در نزدیک شهر رقیه سوریه از داعشیان پس گرفتند.
شکست جنگجویان داعش در بخش‌های از خاک سوریه و عراق. در ادامه پیشروی‌های ارتش عراق بر بخش‌های غربی موصل، داعشیان یک پایگاه نظامی را در نزدیک شهر رقه سوریه نیز از دست دادند. نیروهای بومی کرد موسوم به نیروهای دموکراتی سوریه میگویند که با امرهای هوایی آمریکا توانستند این پایگاه نظامی را از داعشیان پس گیرند و اکنون تلاش دارند که حلقه محاصره این گروه را در شهر رقه تنگ‌تر سازند. در همین حال رئیس جمهور فرانسه میگوید که با شکست داعشیان در خاک عراق و سوریه، جنگجویان خارجی این گروه به کشورهای اصلیشان برمیگردند و این برگشت جای نگرانی بزرگ است. بیش از 1000 شهروند کشورهای جنوب شرق آسیا و صدها شهروند اروپا اکنون در خطهای نخست جنگ در عراق و سوریه حضور دارند که با برگشت به کشورهایشان امکان دارد که حمله های حراس افغانانه را انجام بدهند. در همین حال مخالفان حکومت سوریه افزون بر گروه داعش حکومت بشار الاسد را به کشتار غیر نظامیان متهم می سازند. این شهروندان سوریه هستند که عمدن از سوی ماشین جنگی بشار الاسد و حامیان خارجیش آماج قرار می گیرند. از سوی هم بر بنیاد توافق انجام شده میان مخالفان و حکومت سوریه، جنگجویان مخالف با خانواده هایشان شهر امس را ترک کردند و در بخش های زیر اداره مخالفان جابجا شدند. پس از علب این 30 شهر بزرگ است که به حکومت سوریه تسلیم داده می شود. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. صفحه اجتماعی فیسبوک 85% از پیام‌های اهانت‌آمیز به دین اسلام را از صفحه‌هایش در پاکستان پاک کرده است. دادگاه عالی پاکستان می‌گوید که این کار با درخواست حکومت پاکستان انجام شده است. رهبر حزب مخالف حکومت روسیه که از سوی ارتش روسیه در پیوند با راه اندازی یک راهپیمایی ضد فساد اداری بازداشت شده بود، در یک دادگاه این کشور از این کارش دفاع کرد. الکسی ناولی میگوید که مردم روسیه در برابر فساد دیگر خاموش نخواهند بود. 3 شرکت کننده مرد در رقابت نیمه ماراتون در فیلادلفیا توانستند یک زن را برنده این رقابت سازند. این بانو در آخرین لحظات پیروزی بود، اما دیگر توان داشت را نداشت. این 3 مرد با گرفتن بازوهایش او را به خط پایان رسانیدند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بانک افغانستان سالانه در حدود 5 میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده را می‌سوزاند. بانک مرکزی می‌گوید که از 11 سال بدین سو این بانک 41 میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده را سوختانده است، اما شماره از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند که روند گردآوری و سوختاندن پول‌های فرسوده در بانک مرکزی روشن نیست و احتمال دارد که بخش بزرگ از این پول‌ها پس از گردآوری دوباره به دوران بیفتند. افغانستان برای چاپ هر بانکنوت در بیرون از کشور به گونه میانگین در حدود 3 افغانی می پردازد. اما بر بنیاد اطلاعات بانک مرکزی، استفاده بیشتر از پول فیزیکی در کشور سبب می شود که این بانک سالانه در حدود 5 میلیارد افغانی فرسوده را گردآوری و بسوزاند. هی وادوال اندغه مصارف ته خاطر واڅول چې نور د بانکونو ساتل ته توجه وکړي ترڅو منګ دغه د هر بانک نور د پاره چې 2.3 افغانۍ ورکو دا یو څه د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د پاره سپماشي. اما شماره از نمایندگان مردم در مجلس روند گردآوری و سوختاندن بانکنوت های فرسوده را از سوی بانک مرکزی شفاف نمیدانند و میگویند که در این روند احتمال فساد گسترده وجود دارد. آنان میگویند که به همین علت با وجود گردآوری بانکنوت‌های فرسوده از بازارها، هنوز هم شمار بزرگی از بانکنوت‌های فرسوده در بازارها در گردش هستند. هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که وقتی اینا پول جمع‌آوری میکنه، اگر یک حالت معتبر اونجا وجود نداشته باشه، پول دوباره کشیده میشه و دوباره به بازار توزیع میشه. از سوی مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگویند که در حال حاضر بخش بزرگ از بانکنوت‌های افغانی به ویژه بانکنوت‌های 5 تا 100 افغانیگی در بازارها کهنه و فرسوده شدند. هر قدری که قانونیت تطبیق شوه، با امو اندازه اعتماد مردم بالای هر نهاد به خصوص دی افغانستان بانک زیاد میشه. هرچند بانک مرکزی میگوید که گردآوری و سوختاندن بانکنوت‌های فرسوده و کهنه در حضور یک کمیسیون با صلاحیت انجام می‌شود، اما شماره از آگاهان میگویند که برای جلوگیری از فساد در این روند باید شیوه‌های معیاری نابودسازی بانکنوت‌ها با درج اطلاعات فنی آنها
به کار گرفته شود. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 75 پول، یک یورو 73 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 629 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. قهرمانان و مدال‌آوران میوتای کشور امروز از سوی کمیته ملی المپیک ستایش شدند. این میوتای کاران توانستند دو کمربند قهرمانی و 7 مدال نقره و برنز را از رقابت‌های هنرهای رسمی جهان که در تایلند برگزار شده بود به نام افغانستان ثبت کنند. این ملی پوشان میگویند که در این بازی‌ها با مشکلات سخت اقتصادی نیز روبرو بودند. موتای کاران کشور پس از بدست آوردن دو کمربند قهرمانی در بخش رقابت‌های نیمه حرفه‌ای و 7 مدال نقره و برنز از دومین دور جشنواره هنرهای رسمی جهان دیشب به کشور برگشتند و امروز از سوی کمیته ملی المپیک کشور ستایش شد. یک افغان که با جیب خالی، با پول قرض، با شکم گشنه میره داخل رنگ مبارزه میکنه، از بین 70 کشور، بیشتر از 70 کشور دنیا کمربند میره به ارمغان، برای ملت خود، به مردم خود، برای جامعه ورزشی این بزرگترین افتخار است. کلگی بچه‌ها با شکم گشنه مبارزه کردن، ما اقتدار جهانی خود حفظ کردیم. اگر گشنه بودیم در پیش خود تیم خود ما بوده، در دل خود ما بوده، خدا رو شکر توانستیم اقتدار جهانی را در افغانستان اقتدار جهانی افغانستان و کل مردم جهان نشان بده. این موتای کاران در حال افتخارات بزرگی را برای افغانستان رقم زدند که در آن بازی ها با مشکلات سخت اقتصادی نیز دست و گریبان بودند. تیم ملی فوتبال کشور فردا در دیدار رفت مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام ملت آسیا میزبان ویتنام است. این بازی به ساعت 6:30 شام در ورزشگاه دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. بازی افغانستان و ویتنام به گونه زنده و قانونی از تلویزیون لمر پخش خواهد شد. تیم الف کرکت کشور در نخستین دیدار یک روزه خود در رقابت‌های جام امرجینگ توانست مالزی را شکست بدهد. این بازی نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 5 اوور باز دست دادن 7 بازیکن 285 روش را برای مالزی هدف تعیین کرد. مالزی نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و شکست خورد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.